ثبات و همگرایی ادروند انتخابات خارج شد. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. ثبات و همگرایی ادروند انتخابات خارج شد. سخنگوی تیم ثبات و همگرایی افزود طبیعی است که نتایجشان برای ما قابل قبول نیست. هر نوع عواقبی که در پی این اعلام نتایج نهایی پیش بیاید به دوش کمیسیون و کسانی هستند که تخلف کردند. اطلاعات روز تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله میگوید هر گونه نتایجی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود برای این تیم قابل قبول نخواهد بود. فریدون خزون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی بعد روزنامه اطلاعات روز گفت که این تیم رسما با این روند مقاطعه کرده و آن بیرون شده است. آقای خزون همچنان گفت که دلیل مقاطعه تیم ثبات و همگرایی با روند انتخابات عملکردهای غیر قانونی کمیسیون انتخابات و کمیشنران این کمیسیون بوده است که به گفته او روند مشروعیت خود را از دست داده اند. سخنگوی تیم ثبات و همگرایی افزوده طبیعی است که نتایجشان برای ما قابل قبول نیست. هر نوع عواقبی که در پی این اعلام نتایج نهایی پیش بیاید به دوش کمیسیون و کسانی هستند که تخلف کرده اند. فضل احمد معنوی یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی نیز در یک پیام تویتری نوشته است: ما از روان بیرون شدیم. نه نهادی به نام کمیسیون نزد ما مشروعیت دارد و نه هم نتایج را که اعلام میکند. دلایل عدم مشروعیت هم از هر من شمس است. گذشت زمان به همه این بی‌عدالتی ها پاسخ می دهد. این در حالی است که بیشتر عبدالعزیز ابراهیمی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفته بود که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را امروز یا فردا اعلام خواهند کرد. و گفته او روند تطبیق تمامی فیصله های کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی با پایان رسیده و گزارش آن روی میز کمیشنران کمیسیون انتخابات قرار دارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاعات ویدیوهای دیگر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.